شش قدرت بزرگ برای بازسراحی تأسیسات آب سنگین عراق به ایران کمک می کنند. بر اساس سند منتشره توسط خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا در روز شنبه هدف از این کار این است که تأسیسات آب سنگین عراق نتواند پلوتونیومی با درجه خلوص مورد نیاز برای تولید بمب اتم تولید کند. گزارشی در این باره. این سند در روزهای 22 26 و 27 آبان ماه توسط وزرای خارجه ایران و گروه موسوم 5 به یک به علاوه فدریکا موگرینی سرپرست امور خارجه اتحادیه اروپا جداگانه به امضا رسید و از همان زمان برای تمام کشورهای امضا کننده به صورت لازم الاجرا درآمد تأسیسات آب سنگین عراق که از مشکلترین موضوعات گفتگوهای اتمی تقریبا دو ساله ایران با جامعه بین‌الملل را تشکیل می‌داد. این مذاکرات فشرده سرانجام به توافق اتمی منجر شد و برنامه جامعه اقدام مشترک یا برجام در 23 تیر ماه سال جاری به امضا رسید و برداشتن غرب یا مرکز تأسیسات آب سنگین عراق یکی از مهمترین مواد آن بود. بدون این توافق راکتور آب سنگین ایران در عراق به زودی می توانه سالانه پلوتونیوم کافی با درجه خلوص مورد نیاز برای تولید یک یا دو سلاح اتمی تولید کند. با این توافق قلب این راکتور برداشته شده با سیمان پر خواهد شد. بر اساس سند منتشره ایران کارفرمای تر تغییر کاربری تأسیسات عراق است و چین در بازطراحی و ساخت و بروز کردن آن مشارکت می کند. فرانسه، آلمان و بریتانیا نیز در ارائه طرحهای جدید برای تأسیسات عراق شرکت خواهند کرد و در حالی که ارائه خدمات مشورتی به روسیه محول شده، آمریکا طرحهای پیشنهادی را بررسی کرده و خدمات فنی در اختیار می‌گذارد. چندی پیش آیت الله رهبر جمهوری اسلامی ایران دستور داد با سرراهی تصاد آب سنگین عراق تنها پس از حل مسائل مربوط به ابعاد نظامی احتمالی فعالیت اتمی ایران آغاز شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کار نمونه برداری از سایت پارچین در جنوب شرقی تهران را که از کلیدی ترین موارد اختلاف طرفین بود پایان داده و قرار است گزارش نهایی اشترین خصوص را 24 آذر ماه منتشر کند. علی نژادی صدای آمریکا